بسم الله الرحمن الرحیم. امام به مردم ایران ما میتوانیم را تعلیم داد. باید دست دراز میکردیم به بیگانگان. کشور وابسته تبدیل شد به ایران مستقل، ایران سرفراز. امروز رشد علمی و فنی کشور و توانایی‌های سازندگی در کشور به این نقطه از اوج رسیده است. مراکز سنجش جهانی درباره ایران قضاوت می‌کنند که رشد پیشرفت علمی 11 برابر متوسط دنیا است. با همت جوانان، با همت مسئولان تبدیل شد به یک کشور پیشرفته علمی. این حرکت عظیم ملت ایران است به برکت انقلاب. رونمایی از دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در آغاز قرن نو، 20 فروردین ماه سال 1401، همزمان با سالروز ملی فناوری هسته ای. رونمایی از 9 دستاورد صنعت هسته ای کشور در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال و فرین. در پرتو الطاف الهی و تحت عنایت خاصه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، دانشمندان و متخصصان صنعت هسته جمهوری اسلامی ایران با تأسی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و در راستای اجرای سند تحول دولت 13 فتح قله های رفیع دانش را با محوریت تولید، اشتغال، دانش بنیان هدف قرار داده اند و همزمان با 16 سالروز ملی فناوری هسته ای در سال 1401 دستاوردهای راهبردی و مهم هسته ای در حوزه های سلامت و درمان، صنعت، کشاورزی، کاربرد پرتوها، پلاسما و لیزر را به نمایش می گذارند. این افتخارات بزرگ ملی علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه با همت تلاشگران گمنام سازمان انرژی اتمی ایران، حاصل پژوهش‌های بی‌وقفه و بر اساس ضرورت نیازهای کشور به محصولات دانش‌بنیان، تولید و موهد بهره‌برداری قرار گرفته است. رادیو داروی تشخیصی زیگزافور گالیوم 68. این نوع رادیو دارو یک نوع گیرنده است که در بیش از 30 سرطان از جمله لمفوم، پستان، لوزور مقره، تخمدان و سرطان ریه مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی، سنتز و فرمولاسیون رادیو داروی فاپی گالیوم 68 و کیت رادیو دارویی گالو فاپی برای اولین بار در دنیا. این رادیو دارو برای تشخیص بیش از 28 نوع سرطان صعب العلاج همراه با تمام متاستازهای آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. رادیو نو کلید درمانی ترمیوم 161 بدون حامل اضافه شده. در این روش ذرات رادیواکتیو از طریق یک حامل اختصاصی بسته به نوع سرطان به تومور وصل می شوند و سلول‌های سرطانی را به صورت موضعی از بین می برند. طراحی و ساخت سامانه پلاسمای سرد برای درمان سرطان. این سامانه با استفاده از فناوری پلاسمای سرد میتواند به صورت انتخابی سلولهای سرطانی را مورد هدف قرار دهد و کاهش درد و رنج بیماران سرطانی را به همراه خواهد داشت. چسب فناوری تولید پودر زیرکانیای پایدار شده با ایتریا مورد مصرف صنایع مختلف. زیرکانیا پودر اکسید زیرکانیوم که به صورت ترکیب ZRO2 شناخته می شود در صنایع مختلف از جمله خودرو، سنسور اکسیژن، فولاد، نازل تندیش ریختگری مداوم، صنعت پزشکی، تاج دندان، دفاعی، پوشش قطعات مقاوم به دمای بالا و غیره کاربرد دارد. لیزر میکرو ماشین کاری
این نوع لیزرها پارسایی با انرژی 150 میکروژول در طول موج 1064 نانومتر است که پهنوی زمانی این پارسای 450 پیکوسانیه و توان قلیگ آنها بیشتر از 300 کیلووات میباشد. خروجی مادون قرمز در این دستگاه را میتوان برای تولید طول موجهای 532, 355 و 266 نانومتر با بازده بالا مورد استفاده قرار داد. تدوین دومش فنی و ساخت اولین نمونه صفحات سوخت سیلیسایدی و سریع عمل کردی و کاربردی این سوخت در جایگزینی سوخت راکتور تحقیقاتی می باشد. طراحی و ساخت سامانه سمزدائی از پسته با استفاده از فناوری پلاسمای سمد. با استفاده از این روش قارچ ها و باکتری های محصول پسته از بین می رود و با برداشتن مانعی به نام افلاتوکسین گامی بزرگ در جهت صادرات این محصول خواهیم برداشت. رونمایی از سند راهبردی صنعت هسته‌ای در افق 1420 در راستای اجرای اهداف سند تحول دولت 13 سازمان انرژی اتمی ایران از سند راهبردی صنعت هسته‌ای در افق 1420 رونمایی می‌نماید. این سند با محوریت برنامه‌ریزی بلند مدت نقشه راه صنعت هسته‌ای کشور را تا افق 1420 ترسیم کرده و حرکت یک پارچه و مؤثر فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی ایران را به همراه خواهد داشت و محورهای اصلی مدیریتی و فنی سازمان را در آینده تعیین خواهد کرد. موارد اشاره شده بخشی از مهمترین دستاورد ارزیابی شده صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال 1400 می باشد که تلاشگران این صنعت ارزش آفرین با اتکا بر ظرفیت داخلی توانستند علم و دانش را با کارکرد تجاری در صنایع مختلف تلفیق و پرچم پر افتخار کشور را در گستره بزرگ علم، فناوری و صنعت به اهتزاز درآورند. امید است در آغاز سده جدید خورشیدی با عزم راسخ دانشمندان جوان این سرزمین و در نوردیدن مرزهای علم و دانش و همچنین بومیسازی فناوری های نو مؤلفه های اصلی قدرت را در کشور محقق سازیم و استحکام بخش تمدن نوین اسلامی در ایران مقتدر باشیم. دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی. سازمان انرژی اتمی ایران.